خوب شدش، خیلی بهتر شده. قبلش خیلی خیلی دستش میگه چه جوری؟ قربونم دستات برم الهی. نه آخ آخ بابا امیر دستت درد نکنه. زیر بغلش عرقسوز شده خدایا. خیلی امیر اینو لوسش کردی خیلی. قربونم شکل ماهت برم عزیز دلم. داره لیس میزنه کرماشو. داره میخوره نه میزنم باشه. برعکس رو بدی حسن مورد با شما یه جور دیگه است به خدا. اونت برست مسیجی رو مصابر فیلم بگیرم. آره من شما از آیفون بودیدم برفیل آفون. من تو قصد رو کردم برفیل انگاه اصلا آسانسور که زدی این جوری در گوشش کسی شد. آخه بچه نه شما به من گفتی آیفون رو برداشتم احوالم من رو نگاه کن فکر کن آدم پشته. برفیل رو بار نرش جایی دارم میام. من باید آیفون بودم چرا گوشش کسی رفته کنی. خواستم فیلم تو آیفون خواستم فیلم ندیدی قبل از این که برفی چی کار میکرد موقعی که رسیدی پشت در هم پشت در من میزند کنم. آره برفی دوستت میگن. آره فیلم میگرده سری برد ببینه آیفون فیلم میگرده. خب من از آرشگاه اومدم موام رنگ کردم بعد دیگه قعددم فرش رو برد بده باربری که برگردونه که فرش جدید رو برامون بفرستن. بعد واسه خودم گفتم یه ذره پیاده روی کنم سکوتی که این کوچه های محله ما داره. فقط الان داره صدای من این سکوت رو میشکنه. جاتون خالی خیلی خوبه. بعد دوستشم یه ذره پیاده برم. با قدرت گفتم که وقتی اومدم بیرون گفتم من کارم تموم شده دلش میخواست که بهش زودتر بگم. گفتم نه دوستم میگم اینجا قدم بزنم چون هوا خوبه ابریه خیلی زیباست. این آرشگاهی که من میرم برای مو رنگ مو اینا توی محلمونه یعنی یه جورای محله نرگسیناس. الان عجل خونهشون رد شدم دارم پیاده میرم تا قرداد برسه. آره جاتون خالی هوا هم ابری یه نسیم ملایمی داره که نه گرم نه سرد. خلاصه کلی لذت داره جای همگی خالی. اگه گرم بود مجبور شدم که با قدرت بگم بیاد دنبالم ولی هوا خیلی خوبه خیلی. به به چه قهوه اینم آقا قدرت برای من درست کردم بردم بشینم بیرون صبح قهوه بخورم که بعدم آماده بشم برم به کارم برسم. هوا آفتابه ولی خب این نسیم خونک رو به گرم داره جالبه. خیلی خونک نیست ولی عالی. به به قهوه ای حتی دست در نکنه قهوه بخوریم یه خجالت. عالی مرسی. آخه جالب این بود که به محض این که قهوه آماده شد برقم رفت. خیلی جالب بود. مرسی. گلدونم گوشتم بیرون یه ذره نمیدونم چرا تو جون نداشت. چنزه که گذاشتم بیرون یعنی تهران بودم گذاشتمش بیرون حسابی جون گرفت.
گذاشتمش تو اون سبد، دوست نداشت سبدو، خراب شد کامل. چند وقتم که نبودم کلید خونه رو داده بودم همسایه‌مون، همه گلدونامو آب داد. این گلم هم خیلی دوستش دارم، سال هاست دارمش و خیلی جالبه، نمیدونم اسمش هم چیه، بذارید نشونتون بدم. یه حالت شاخه‌ای داره، یعنی این شاخه‌ای درخت میشه بعد سراش ولی جوان‌تر. همطوری این آبشار میرزه پایین، خیلی دوستش دارم. بعد حالا میخوام دیگه گلدونشو عوض کنم، یه گلدون دیگه بذارم. اوه خیلی بزرگ شده عزیزم. آره گلدونشو خواهم از این پایدارا بذارم که چیز بشه، این شاخه ها رو پایه قرار بگیره. خب منم قهوه‌مو بخورم، قرار برم امروز ناخونامو ترمیم کنم. به به چه صبحونه قشنگی. این با چیه درست کردی؟ این تخم مرغ و ماست و جو پرک، جوی دو سر پرک و ادویه و مرک. چه چاله، همینطوری از خودت؟ بله. باحاله. دست شما درد نکنه. نکی ریخته روش چیه؟ پنیر پارمزان و گردو. خوشمزه شده؟ خیلی عالی. این چقدر تو چیز ریختی؟ جوپره؟ چوپه اگه نوز دو تا قاشق غذا خوری. چند تا تخمو؟ چهار تا. یه قاشق ماست اضافه ادویه. عالی شده، دست درد. پس صبح پر انرژی شروع کردی. اینجوری هم برد میشه جان. من که خوردم خوب بود. شما چی؟ حالا نمکش کمه ولی خب نمیگه حتی دوست داشت بیشتر میزن. نشه جا. با درود و سلام خدمت همه عزیزان، امیدوارم که هر جا هستین حالتون خیلی خیلی خوب باشه. امروز هم با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. گفتم که قبل از این که ویدیو رو شروع کنم، البته تیکایی رو که دیدین شروع قبل از این داستان بود، برای اینکه آرشگاه رفتم میذاره پیاده روی کردم دیگه، داشتم میرفتم موچی رو دیدم، امیر آقام گفتش که گرم و زده شده و اینا، یه ذره پماد داشتن میمالیدن براش، گفتم براتون بگیرم شاید جالب باشه قبل از شروع ویدیو. و اما کامنت هایی که شما عزیزان گذاشته بودین، یه وقتایی هستش که حالا من دلم میخواد جواب بدم ولی ویدیو رو شروع میکنم دیگه سرگرم کارهای ویدیو میشم، آخر سرم یا خستم یا اینکه دیگه فرصتش نیست فراموش میکنم. چند تا از دوستان سوال داشتن و میخواستم که چند بار یعنی شده بودین کامنت و گفتم که اجازه بدین من همینجا بهشون جواب بدم. یکی از دوستان پرسیده بودن که خاله برای موها چی کار کردی؟ من توی یکی از ویدیو گفتم که از آمپول بیوتین به پنتن استفاده کردم. همه داروخانه ها دارن، شما میتونید تهیه بکنید. بعد موهای من الان بیبی هره، موهای خیلی کوچیک، یعنی این قسمت های موهام که نگاه میکنید هنوز دونه دونه است ولی این قسمت ها کامل پر شده. بعد اینکه یکی از دوستانم گفته بودن که خاله از پودر استفاده میکنین کف سرتون، خواستم بگم نه پودری هم استفاده نکردم چون من حالا موی خیلی نداشتم ولی موام هم کم نبود، خوب بود، در حد
معقول خوب بود، ولی دیگه کف سرم واقعا پیدا شده بود. الان دوباره مادر اومده، یه مقدار مشکلم رفع شده. ولی این دارو رو باید دوره که استفاده میکنید، مثلا اون دوره، حالا داروخانم بهتون توضیح میدن که هفته یه باره، دوره بعدش دو هفته یه باره، دوره بعدش ماهی یه دفعه است استفاده میکنید و نمیذارید که اون ویتامینی که باعث رشد موهاتونه کم بشه. به هر حال آمپول خیلی خوبی بود، من جواب گرفتم. اگه دوست داشتین میتونید استفاده بکنید. خب دوستان، امروز یه چند کار میخوام انجام بدم. یکیش یه نوع حلوای شیرینیه که بدون فر و بدون پخت و بدون گلوتنه. و ناهاری که میخوام درست کنم، ادویه رو مامان بدری برام درست کرده، میخوام حتما توضیحش رو براتون بدم. یه چند تا کدو دارم، یه چند تا گوجه فرنگی دارم، به همزه دو سه تا دونه واسه طعم و قشنگیش. بعد من معمولا مواد حالت مرغ تمدار که همون حالت جوجه کبابی بشه، یعنی که توی گریل بذاریم، اینا معمولا برای مقدارش رو آماده میکنم بذارم توی یخچال. اینو یکم فلفل قرمز داره و نمک و زعفرون و پیاز. این کدوها رو من به این حالت گردای درشت حالت اوریبی در میارم، این شکلی. داشتم صحبت میکردم، یه دفعه ویدیو قطع شد، نمیدونم چرا. خب حالا اینا رو من حالت برش میدم و میذارم سرخ شه، بعد میام خدمت دیگه. این پیاز اینم داره، پودر سیرم رسید داره. و اما یه لیوان پر آب کوره جای آب میخوام برای پخت غذام استفاده کنم، یعنی هیچ آب دیگه ای استفاده نمیشه. خود کدو هر چقدر هم تف بدید، باز موقعی که میخواد بپزه آب میندازه. یه کوچولو هم، یه دوتا گوجه هم آخر سر حلقه میکنم، اونم باز آب داره. پس برای من دیگه اصلا آب استفاده برای این خوراک نمی کنم. و اما ادویهش ادویه قشنگ و خوش عطری بود که محمد جی برام درست کرده، اینه. به این شکل، وای چه عطری داره. اصلیش هم زردچوبه و پودر برگ بو، پودر تخم گشنیز، فلفل سیاه. این چهارتا به اضافه ادویه دودی و میخک و جوز هندی که اونم بهش اضافه کردیم و یه ادویه خیلی خوش عطر رو بهمون داد. حالا میخوام ازش استفاده کنم تو این غذا، ببینم چه جوری میشه. گفتم دیگه آبم نداره، بریم برای آماده سازیش. دوستان یه نکته دیگه یادم اومد بگم، کدو رو وقتی برش هم میدیم به همین حالتی که بطوری کچ کچ کردیم، میشه که من خوش کردم، ولی اون قسمت هایی که مقطعه دوباره اون قسمت ها عرق میکنه. اینا رو هم سعی کنید که ببینید الان چند تا یادم رفته بیتره. اینا رو هم سعی کنید که اون شبنمش رو بگیرید. بیدم رفتم ناخونه رو هم درست کردم. این دفعه برشکی. آره. میخک و آره فلفل سیاه، تخم گشنیز، برگ بو، بعد زردچوبه، میخک، جوز هندی. جوز هندی و میخک خیلی کم بود. آره. مثلا اونا 4-5 برابر بود. نه یه برابر. کدومون در این حد سرخشه کافیه. ما یه نقا پلا داره خیلی. یه مقدار از این جوجه ها رو با پیازاش میرزم تو روغن کدوه و تفمیدم. دوستان یه تجربه که من در رابطه با ظرف استیل به دست آوردم این بود که خیلی زود آب موادی که میخوای تفت بگیر رو میگیره و شکل اصلیش حفظ میگیره. حالتا این تجربه فعلی من.
چون تا الان این کار نکرده بود. خب آب غذام گرفته شد، آب موقع گرفته شد، از این ادویه مامان بردیه درست کرده می پاشم روی تیر، منطقه من یه مقدار کمتر میخوام استفاده کنم به جهت این که مرغم از قبل تمدار بود، حتی زیاد موادی نداشت، هم زعفرون رو میدم عطری در اومد از این ادویه خدای من. برای غذای سنتی، غذاهایی که روب داره اینا، حتی این دیگه ماکارونی هم میرزم مامان بردیه، مامان بردیه اسپاگتیه خیلی خوبی درست میکنه. سالی که رفته بوده ایتالیا از یه سرآشپز ایتالیایی یاد گرفته، بعد خیلی حالا یه دفعه میگم برای اون اسپاگتی من اون تخم مرغ که صبح خوردیم به اونم زده بودم، میگم خیلی خوشمزه بود. خب حالا اینجا من تمام کدوهایی هم که آماده که ببخشید من یه ذره صدام هم گرفته چون حالت سرماخوردگی دارم. خب این هم از گوجه هامون، حالا میرم که این آب کوله رو وای وای اینو حامد جون برام سفارش داده بود از عراق بردن، یه خانمی درست میکنه که قوره رو میپزه، قوره خوشرنگ رو به دست میاره. خب زیرش هم کم کم میکنم که فقط با همین آب سبزیجات و با یه آب قوره کم بپزه. تمام. تو این فاصله هم خواهد چیکار کنیم؟ حالا اینم یه پلو کوچولو گذاشتم که توی قابلمه استیل چیز کردم، همجه شستمش، آب و روغن، نمک و روغنش هم زدم، میخوام که با حرارت کم، منتها آبشو کم گرفتم چون گفتم استیله نسوزه. اولین تجربه‌مه برای دمی درست کردن با قابلمه استیل، میگن میسوزه ولی خب امتحان میکنیم. خب دوستان تا غذامون حاضر میشه بریم یه دسر خوشمزه رو برای عصرونه با چای آماده کنیم. برای این دسر من از شیر خشک استفاده کردم، پنیر بی نمک یا همون لاکتیکی و خرد شده آماده گذاشتم، از شب قبل نمکش کشیده شده و آبکش کردم، پودر نارگیل دارم و پودر قند. این پودر قندم اندازه همه لیوانا بوده ولی من کردم یک سوم. اگر شما دوست دارید شیرین تر باشه باید بیشتر استفاده کنید. به اندازه یه قاشق سرخالی هم سخاوتمندانه پودر هلوت بریزین و مقدار شیر میخواین که شیرم الان بهتون میگم تقریبا 200 میلی لیتره ولی باز بستگی به رطوبت موادمون داره که میخواییم ازش خمیر درست کنیم. یه مقدار کره آب شده و برای تزیینش هم از مغز خلال پسته من استفاده کردم. حالا همه اینا رو میریزم تو این کاسه، همه رو با هم مخلوط میکنیم. کرش هم معمولا اندازه دو تا قاشق غذاخوری میخوایم که موقعی که خمیرمون انسجام پیدا کرد برای چیز استفاده کنیم، برای اینکه خمیرمون روی سطح کارمون نچسبه، داخلش نمیریزیم. از همینجا بهتون بگم خیلی خوش عطره و فکر میکنم خوشمزه باشه. فقط شیر رو کم کم بریزید لطفا، همون 200 میلی لیتر رو نریزید ولی بقیه مواد پیمانیه، وزن نداره، هر پیمانی استفاده کردیم بقیه هم از همون پیمانه استفاده میکنیم. به این شکل قشنگ ورزش میدم تا خودشو بگیره. فقط مواظب باشید که دیگه خیلی مقدار چه زیاد نباشه شیر. الان خوب که ورز بدن این یواش یواش به خوردش میره و جذب میشه و جمع میشه. خب دوستان ببینید خمیری که من درست کردم به این شکله، یعنی که به دستتون نچسبه و با حتی با یک کمی روغن ها ولی به این حالت قشنگ انسجام داده شد. به این شکل من درش آوردم. حالا میخوام که کف قالبمو به این شکل یه ذره کرمالی میکنم. فقط در رابطه با شیر بود، شیر رو خیلی خیلی
کم استفاده کنید و مثلا دو تا قاشق بزنید اینقدر که رطوبت داشته باشه از مغز پسته استفاده میکنم. این شکل قشنگ پرش میکنید، بذار زیاد پرش، بعد قالب میزنید قشنگ همه رو مرتبش میکنیم، میذاریمش توی چیز یخچال، یه دو ساعت هم توی یخچال بمونه، شیرینیامون یا حلواهای قالبی بوتیکیمون آماده است. خب این از خورشتمون که حاضر شد و این از پوله خوشگلمون که نسوخته. گفتن که توی استیل میسوزه، اصلا نسوخت. خب اینم از خورشت آب قوره ما. خب به میز دو نفره ما خوش اومدین. میدوستا اصلا دوره برش نچسبیده. یه راه کاری که من به دست آوردم اینه که آب برنجی رو که میخواید توی برنج، قشنگ دونم شده، آب برنجی رو که میخواید توی توی قابلمه استی برنجتون رو درست کنید، از مقدار معمولی که همیشه برای کتاهاتون استفاده میکنید یه مقدار کمتر. چرا؟ چون ما همیشه زیر قابلمه زیاد میکنیم، بعد چیز میکنیم دیگه، بعد کمش میکنیم. این دیگه از اول به آب برنجتون کم باشه لزومی نداره که زیاد کنید زیرشو که خدا نکرد بسوزه، از اول آب برنجتون کم باشه. فقط دوستان گفته بودن که برای آب کشی تعدیگش رو چیز کنید، کاغذ بذارید، ولی این تعدیگش چسبیده. حالا میخوام مثل قابلمه‌های روحی قدیمی که بود درشو بذارم ببینم که سرد شد چیز میشه یا نه. سلام میکنم خدمت همه عزیزان، امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب و خوش باشه. مرسی. خب حالا از این خورشت من شما نوش جان کن. من از پشت دوربین با بوش نوشه چون دلت خواست یه آهنگ هست میگه دلت خواست. من چرا زیاد یادم نمیمونه ترانه ها اینا شیطنت های توی اینستا و اینا هست که سری از دوستان شیطنت دلت خواست. عدد چه آب قشنگی داره نگاه چی دلت خواست اونگه آره من هم خب بچه تست کنیم ببینیم چه جوری شده. وای جای همتون خالیه، امیدوارم که شما هم درست کنید لذت ببرید، ولی من تست کنم با اینکه میدونم افی بانو چی درست کرده ولی بازم تست میکنم. نمیشه جان دوام نمیشه وای من نه خودت بگو چی شده. نگم برای خیلی مثلا آب قوره‌ای که ریخته خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزش کرده. فقط این که روی این غذا باید حتما یه دسر شیرین داشته باشید، چون داری خیلی زود گرسنه‌تون میشه. همون دیگه دسری که من درست کردم حتما باید روی این غذا نوش جان کنید. خب ما غذامون رو بخوریم بریم سراغ دسر که ببینیم چه جوری شده. همراه ما باشی. جای همتون خالیه. بابا دسرمون هم حاضر شد نه؟ آره حلوای بدون پخت دوست داشتین درست کنیم. خیلی راحت در اومد، خیلی راحت. رنگ کرمش هم به خاطر شیره، شیرش یه مقدار پرچرب بود، شیر خشکشا. خب اینطوری بچینم و ببرم حالا برای خودونم چای بریزم. بیم بشینیم با چای با شما شریک شیم. دست شما درد نکنه. چای
صبح با یه شیرینی چایی بخوریم. شیرینی تقریبا یه باقلوا شده. نه از شیرعسلی هم فکر کنم بشه استفاده کرد. نه شیرعسلی هم خوب میشه. یادم یه دونه من داشتم نمیدونم آموزش رو گذاشتم یا نه، اون چیز بود، پودر نارگیل تفت داده شده بود با چیز، با پودر پسته، یکم شیر نارگیل می‌ریختیم توش و هم می‌زدیم و دیگه گولش می‌کردیم. تا داغ و داغ بود دوباره تو پودر نارگیل می‌زدیم. نه دیگه تو هر مغز کنجد اینا می‌ریختم، خیلی خوب شد و خوشمزه بود، ولی بیشترش پسته بود. راستی پودر پسته بود و یه کوچولو نارگیل و شیر عسلی تفت می‌دادم و چیز می‌کردم. لید خانم خواهد بیاد بالا. نه ببین دیدی هیچ چی نیست، این فکر می‌کنم اون چی می‌خورد. چه نشسته؟ آه چی بود؟ چایی می‌خواد؟ هر چیزایی که داغه از دور دورم می‌ترسه. نکن داغه از دیتش هم فرار می‌کنم. آره فرار می‌کنم. بوی شیرینی ها خیلی دوسته. دوستان جای همه گی خالی. خود آشپز بگم یعنی خیلی خوش شده. این چه لبلوچه ای میچن خونه خوب نیست برات؟ بده بلی ما بده. هر چیز خوشمزه تو این دنیا بده بابا ضرر داره. برای ما نه ها. آره برای بقیه. برای ما که برای ما اصلا برای ما اصلا خوب. خب عزیزان ممنون که تا پایان این ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین، ما رو همراهی کرده باشین. همیشه نباید مهمون داشته باشیم، همیشه نباید غذاهای خوب میزی که بچینیم حتما برای مهمون باشه. سعی کنید که از یه دور همیه دو نفره هم لذت ببرید، از یه شام و نهار دو نفره، از یه عصر و می دو نفره بشینید، کتاب حافظ باز کنید، برای خودتون فال بگیرید. خلاصه خیلی چیزا هست که از قدیم برای ما به یادگار مونده، ولی متاسفانه از زمانی که تکنولوژی اومده خیلی یادمون رفته دور همیامونو، هم صحبتیامون رو. آره و همه سرشون تو گوشیه. واقعا تو هر جمعی که میری توی مهمونی هر کی یه دونه گوشی دستشه. حالا جمعو من نمیتونم کنترل کنم، ولی حداقل این که زمانی رو که میخوایم با هم باشیم رو این کارو میکنیم و در کنار هم هستیم و خلاصه هیچ وقت هم حوصله‌مون سر نمیره، چون نه ایشون دست من خسته میشه و نه من دست ایشون. مخصوصا خانواده ما که 3 نفر هست. نونو حتی جده 4 نفر شد. مهمونم داریم برفی خانم هم آمده بشم برها مزاهمتون نمیشم بیش از حد. ممنونم که تا پایان برنامه همراهمون بودین. همه تو رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.